هدف رو انتخاب کردیم، بیشترین تمرکز خودم رو باید کجا خرج بکنم؟ میخوام برم جلو. میخوام خوبی هام دیگه هیچ کدوم بی ثمر نباشه. حداقل خوبی هامون ما رو برسونه به مقصد، و خوبی هایی که نداریم پای ما بنویسن. من میخوام فداتون بشم، یه رازی رو بگم، عمل بی اثر نداشته باشین، بگو، علم بی ثمر نداشته باشین، ایمانمون نتیجه بده، محبتمون به جا باشه. میخوام برم جلو، میخوام خوبی هام دیگه هیچ کدوم بی ثمر نباشه. علم، ایمان، محبت یه حلقه واسطی دارن با عمل. کنترل این حلقه واسط، توجه به این حلقه واسط مثمر ثمر قرار میده، علم و ایمان و محبت رو و عمل رو. حتی اگر عمل هم انجام ندهی، خود این حلقه وجود داشته باشه، ثمرات اعمال رو به تو خواهد رسوند حتی بدون عمل. این حلقه یه اتفاق دیگه هم توش میفته، خودش علم و افزایش میده، خودش ایمان و افزایش میده، خودش محبت رو هم افزایش میده. این حلقه هم امکان عمل برات درست میکنه، هم عمل تو سالم میکنه و مثمر ثمر. حلقه مفقوده ی حیات ماست و ابلیس رجیم لعین پست که دشمن ماست، ما رو سر همین حلقه همیشه بدبخت میکنه. با چی؟ با غفلت. من میگم از الان شروع کنید به تمرین کردن. این برجسته ترین مهارت معنوی است که هر کسی باید پیدا کنه. من اگر پاسخ این سوال رو گفتم، نگید آسون بود. بله آسونه. همیشه آدم با غفلت نسبت به چیزای آسون بدبخت میشه. فکر کردید کسی میره جهنم چون سخت بود؟ پس چرا روز قیامت رو اسمشو گذاشتن یوم الحسره؟ حسرت میخورن آدم ها. همه شما که اینجا نشستید که خیلی خوبید، و من بدبخت بیچاره که کمترین شما هستم، روز قیامت حسرت میکنیم، میخوریم، خاک به سر خودمون میریزیم، چرا آقای بهجت نشدیم، میتونستیم بشیم. چرا؟ چون میفهمیم آسون بود. حالا من میخوام این راه آسون رو یاد بدم. این حلقه مفقوده نیته، نیت قربتن الله، نیت من این کار را انجام میدهم خدایا به تو نزدیک بشم، خدایا میخواهم به تو نزدیک بشم، این کار را برای این انجام میدم، نیت. همینجوری کار خوب نکن، فایده نداره، میشی قابیل، حابیل میکشی، اینقدر آدم بدی میشی با کار خوب خودت که حاضری حابیل بکشی. و برای هر کارت نیت کن، یاد بگیر، بگو خدایا به خاطر تو. گیر تو گناه کردن نیست، گیر تو وقتایی که کارای خوب میکنی نمیگی خدایا به خاطر تو. گیر تو وقتایی که کارای خوب میکنی نمیگی خدایا به خاطر تو. من نیت ازت میخوام. پس عمل نمیخوای؟ عمل به خاطر صدق نیتت میخوام. اگر عمل نتونستم بکنم، نیت کردم چی؟ ازت قبول میکنم. من نیت ازت میخوام. رفقا نیت هم دیگه کاری داره؟ نیت هم کاری داره؟ روز قیامت میخوای بگی من نمیتونستم نیت بکنم؟ از کنار یه خونه نیم ساخته رد میشی، میبینی بابا این چند سال خونهشو کامل نکرده بنده خدا، ای خدا کاش من داشتم خونه ایشونو آباد میکردم، این کاری داره؟ اینقدر صفای باطن نداری؟ خدا چی از ما خواسته؟ تو رو خدا، خدا چی از ما خواسته؟ فرمود نیت کنه نماز شب بخونه تا صبح نور براش میبارن، حتی اگه بخوابه.
نیت کار داره. این بخش وجود نادیده گرفته شد. نیست، اصلا نیست. نیت چرا نمی کنی؟ طرف داشت خونش رو بنایی میکرد، امام صادق علیه السلام از کنارش عبور کرد، فرمود چه خبر، مثلا چی کار میکنی؟ گفت چی، اینجا دارم پنجره باز میکنم دود آشپزخونه بره بیرون. فرمود بگو من پنجره باز میکنم ببینم آسمان رو کی اذان میشه نماز بخونم، یعنی خدایی نیت کن، دود پنجره هم ازش میره بیرون. تو که پنجره داری باز میکنی، به خدا ما بدبختیم که از این فرصت ها استفاده نمیکنیم. ما گیرمون اونجاست. یحشر الناس علی نیاتهم، مردم محشور میشن روز قیامت بر روی نیاتشون. اونا که نیتاشون این بودی بیاد این ور، اونا که نیتاشون این بود حسین رو کمک کنن بیان این ور. آقا یک حسانی رو میبرن، میگه این چرا من چرا موندم، من تو یه بارم نیت نکردی حسین فدات بشم. آقا اگه من کربلا بودم اومد گفت یا امیرالمومنین کاش برادر من پای رکاب شما بود. فرمود احوا اخی که معنا، دل داداشت با من بود، با من بوده. گفت او میمیره برای شما، اینقدر دوستاش باشه. آقا فرمود او بود، نه تنها او بود، هر کسی تا روز قیامت قصه قربت من علی رو بشنوه بگه کاش من بودم کمکش کردم، من همه اونا رو تو لشکر خودم دیدم بودم. ما اشکالمون در ارتباط با نیت چیه؟ اینه که عادت ندادیم خودمون رو از نیت خوب استفاده کنیم. عبد نفسک حسن نیت. ببین عزیز من، باید عادت کنیم درست نیت کردن رو. اینقدر در طول روز یکی یکی شروع کن نیت کردن تا کم کم عادت کنی، بلد بشی. این یاد گرفتن نخواد.